فصل سوم. به فرشته کلیسای سارد بنویست. این از سخنان آن کسی که دارای هفت روح خدا و هفت ستاره است. اعمال تو را می دانم. و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. بیدار شو. وان چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن. زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. پس آنچرا که آموخته و شنیده‌ای به یاد آور و آن را محکم نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. و اما چند نفر در سار داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان با لباس سفید با من راه خواهند رفت، زیرا مستحق آنند. کسی که پیروز شود به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب حیات حذف نخواهم کرد و در پیشگاه پدر خود و فرشتگان او را از آن خود خواهم دانست. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. به فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویست. این از سخنان آن قدوس و صادق که کلید داوود را به دست دارد. دری را که او بگشاید نمیتوان بست و هر دری که او ببندد نمیتوان گشود. من اعمال تو را میدانم و دری گشوده پیش روی تو قرار دادم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. زیرا با اینکه قدرت تو کم است، کلام مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. توجه کن، این از کاری که من خواهم کرد. آنانی را که جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت می کنند ولی نیستند و دروغ می گویند خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افکن و آنان خواهند دانست که تو محبوب من هستی. زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگاه دار و نگذار کسی تاج تو را برو باید. من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه‌ای را که از آسمان و جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. به فرشته کلیسای لاودوکیه بنویست. این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. من از همه اعمال تو آگاه هستم و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم بودی و یا سرد. اما چون بین این دو یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت اگرچه این را نمیدانی، تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو نصیحت میکنم، طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر، تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. همه کسانی را که دوست می دارم سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم. پس غیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. با آن کسی که پیروز گردد، جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم.
ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها می گوید، بشنوید.